خیلی از رتبه های برتر تو درس ریاضیشون یه رازی دارن که معمولا اون رازه رو نمیگن. بعضی وقتا هم چند تا راز دارن که نمیگن. این برنامه شماره یک رازه با آقای محمدی، کارشناس و استاد درس ریاضی. آقا بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید. خیلی خوش اومدید. خواهش می‌کنم. خب همه چی خوب؟ عالی. ضبط توربوجت هم که داره انجام میشه و بله که فیلم روزای آخرشه. بله خدا رو شکر کلی اتفاقات مثبت. طرح بیستتون که عالی بود، خدا رو شکر. بچه‌ها خیلی خیلی راضی بودن و من فکر میکنم که از این جمله ها کم ندیدیم و نشیدیم که آقا من ریاضیم صفر بود ولی شروع کردم ترکوندم با طرح بیست و نمره خوبی گرفتم. همینجا از شما حسابی تشکر. سلامت باشید. انجام وظیفه سلامت باشید. خب آقای محمدی، ما تو برنامه راز هستیم و شما مهمان اول دوربین راز هستید. افتخاریه. سلامت باشید. میخوام امروز از شما سه راز رتبه های برتر در درس ریاضی رو بپرسم که چی کار کردن که تونستن درصد خیلی خوبی رو از درس ریاضی بگیرن. آقای رخشان، راز اولمون در واقع حل مسائل پایه‌ای هست. دانش آموزان ما اکثرشون نمیدونن که چقدر میتونه مسائل پایه‌ای، در واقع روش‌هایی که در پایه‌های هشتم نهم خوندن، چقدر میتونه تو کنکورشون تاثیرگذار باشه. برای مثال یک چیز ساده رو بیان کنم. فیثاغورسی که در پایه هشتم در مثلث رو بچه‌ها تدریس می‌خوننش. بچه‌ها وقتی همچین مسئله‌ای رو فراموش کردن، میگیم فراموش کرده باشن، وقتی همچین چیزی رو فراموش کرده باشن در کنکور هم وقتی در یک قسمت نیاز باشه از اون فیثاغورس استفاده کنن به مشکل میخورن. یعنی شما فرض کنید مسائل سخت، مفاهیم سخت، خط و پیوستگی مشتق رو به خوبی متوجه میشن اما ابزار کار رو ندارن. ابزار کار ما پایه هشتم و نهم هست و یه مقدار هم دهم. من از دوستان واقعا خواهش میکنم مروری داشته باشن روی هشتم نهمشون، به خصوص محاسبات ساده نگیرن، نگن بلدیم، تمرین کنن. ریاضیات واقعا تمرین تکراره. همونطور که من خودم در زمان تحصیلم روزانه 2 ساعت ریاضی کار گفتیم سری 2 ساعت واقعا جواب خودشو داد و درصد بالایی من کسب کردم. پس در واقع تو میگی که راز اول اینه که بچه ها اول برن و مشکلات پایه‌ایشون رو حل کنن. یعنی یه سری فصل هست در سال هشتم، در سال نهم که دانش آموز خوب بلد نیست. و یه چیزی بگم، من گاهن توی مشاوره ها میبینم بچه ها مشکلتون دقیقا همین فصل هست، چون موقعی که هشتم نهم بودید همه چیز خوب پیش نرفته، احساس میکنی که احیانا از اینجا به بعدم نمیتونی این فصل های دیگر رو به خوبی یاد بگیری. پس این راز اوله. منم کاملا باهات موافقم، به نظرم کسی اینا رو حل کنه حتما میتونه نتیجه خوبی بگیره. 100%. آقا راز دوم این بچه‌ها چیه که میرن اینقدر درصدای خوبی میگیرن؟ میشه راز دومم برای ما توضیح بدی؟ راز دوم اون یک چیز خیلی ساده است. چیه؟ صبوری. خب میتونم خواهشی ازتون بکنم؟ بله خواهش می‌کنم، بفرمایید. لطفاً از عدد 1 تا 1000 رو برای من پیش برید. الان اگه محبت کنید ممنون میشم. واقعا یه شوخیه؟ نه کاملا جدی. جدی؟ بله بله. خب بشمارم الان؟ بله لطفا. طولانی میشه؟ نه ایراد نداره. باشد. 1 2 3 4 5 6. خب بشمارم. خیلی ممنونم. این وقتی که گذاشتین با آرامش و با صبوری اومدین این رو شمردین. خب. از 1 تا 1000، همین 1 تا 1000 رو میخوام مدل کنم براتون با مدت زمانی که یک دانش آموز برای کنکورش وقت میذاره. آها. اگر صبوری به خرج بده از 1 به 1000 میرسه. نشد نداره، میرسه. شما نمیشه از 1 شروع کنید به شمردن و به 1000 نرسید. قطعاً میرسید. چه مثال قشنگی بود بچه. قطعاً میرسید. و برای کنکور ما نیاز به وقت داریم، حداقل ما 6 ماه نیاز به وقت داریم تا به ثمره برسیم مطالبی که داشتیم. هیچ وقت نمیشه ما همین الان آموزش ببینیم، همین الان بتونیم نتیجه صدمون رو داشته باشیم. آره مشکل بچه ها همینه. بچه ها خیلی ها تو مشکلتون همینه. یعنی مثلا میان مشاوره بعد میگن که آقا من هر کاری میکنم ریاضیم مثلا خوب نمیشه. بعد میگم چقدر وقت گذاشتی که ریاضیت خوب بشه؟ چقدر تمرین کردی؟ چقدر تست زدی؟ میدونی جوابش چیه؟ من اخشان والا راستیتش
مثلا هفته دو سه تا تایم میذارم، مثلا هر بار یه ساعت و نیم، بعد میگم چند مدت اینو تکرار کردی، یعنی هی مثلا مستمر انجامش دادی؟ جوابش اینه یک ماه. میگم بابا با یک ماه تو نمیتونی مشت رو ببینی. چقدر اصلا زمان چقدر آقای محمدی؟ دانش آموزی که مثلا ضعیفه، اصلا ما میگیم ضعیف، ریاضیش خوب نیست، میخواد تو کنکور نتیجه خوب بگیره، این چقدر زمانش که به اون اوج خودش برسه؟ خب علاوه بر این که بستگی به کلاس و دبیرش داره، نه به خاطر کلاس خودم، نه اصلا به خاطر این موضوع نیست، کلا به عنوان یک فردی که در حوزه مهندسی سوال هاست داره ریاضیات کار میکنه، بخوام در واقع تخصصی نظر بدم، حداقل 6 ماه این فرد نیاز داره، حداقل 6 ماه، یعنی ماکسیمم تلاششو داشته باشه 6 ماه نیاز داره تا بتونه به این نتیجه برسه و واقعا به این صبوری نیاز داره. بچه خواهش میکنم که در واقع عجول نباشید، واقعا نمیشه خیلی سریع ما همچین چیزی رو انتظار داشتیم. همون کاری که مثال خودش، یه مثال ساده، خودم یا دانش آموزانی که داشتم صبر کردم، یعنی همون اول نتیجهش واقعا نمیگرفتم. میخوام یه جمله بگم به بچه‌ها، من ازتون خواهش می‌کنم به نتیجه فکر نکنید. آفرین. فقط تلاش کن، نتیجه میاد. آفرین. اصلاً نیاز نیست به نتیجه فکر کنید. نتیجه خودش دنبال ما میاد. همینطور. یه سوال، توی دوره توربوجت، حالا من اینو میپرسم چون بچه‌ها خیلی از ما سوال می‌پرسن، تو دوره توربوجت یه دانش آموزی با تو از صفر شروع کنه چه مدت طول میکشه که واقعا به اون نقطه اوجه برسه؟ چون امروز من یه کارنامه دارم، حالا خودت هم کارنامه رو دیدی، یه کارنامه اول صبح بچه به دستمون رسید، خیلی حالمون رو خوب کرد. یعنی دانش آموز 3 هفته با توربوجت درس خونده و تونسته درصد 90 ریاضی بگیره و تو بقیه درسش هم خیلی عالی بوده. آیا واقعا به این سرعت اتفاق میفته یا نه؟ مثلا باز بچه ها باید طولانی فکر کنن به قضیه. شاید غیر قابل باور باشه و از سوی همکاران دیگرمونم تکذیب بشه، اما واقعا باور کردنی هست، چون خیلی براش زحمت کشیدیم، خیلی وقت گذاشتیم، شبانه روز خودمون رو جای دانش آموز گذاشتیم. دقیقاً چیا نیاز داریم برای همچین کاری، و خدا رو شکر اتفاق افتاد و با دیدن این نتیجه من خوشحال شدم که وظیفه‌مو درست انجام دادم. چون در واقع شما خودتونم معلم هستین، معلم‌ها وظیفه‌شون اینه که بهترین تدریس داشته باشن، و خدا رو شکر ما وظیفه‌مون رو احساس می‌کنم که خوب انجام دادیم. در مورد سوالتون بخوام پاسخ بدم، من فکر می‌کنم بچه‌ها اگر 3 ماه واقعاً به کار من ایمان بیارن، خیلی مهمه، اگر ایمان نیارن که اصلا من تضمین نمی‌کنم کارشون، اگر به کار من ایمان بیارن و 3 ماه خودشون رو بسپارن به ما، من مطمئنم که درصد بسیار بالایی در ریاضی کسب میکنن. نمیتونم عدد بدم چون یه سری اتفاقات هست، سر آزمون ممکنه بیفته، حالا صادق باشیم، ممکن اتفاق میفته یکم درصد بالا و پایین بشه، اینو کاری ندارم، اما با چیزی که داریم میبینین، اولین آزمون در 3 هفته من طوری کار کردم که هر چی که کم و کاستی بوده در سالهای کرونا جبران شد. جبران. آقا تو طرح 20 هم همین بود بچه‌ها، حالا خودتون طرح 20 رو دیدید، واقعا توی زمان 2 روز دانش آموز خودش نوشته بود، من از همکارانم هم میخوام پیام‌ها رو حتما این پایین بذارم بعدا تو تدوین، که آقا من اصلا ریاضیم خیلی ضعیف بود، قبلا هم افتاده بودم، ترم اولم افتاده بودم، اوزام خوب نبود، بعد چند سال برگشتم به تحصیل ولی تونستم نمره بسیار خوبی رو از درس ریاضی بگیرم و قطعاً همینطوره. چون زمان برنامه‌مون کمه، میخوام سریع‌تر برم سراغ راز سوم، چون قول دادم به مخاطبان این دوربین که هر 3 راز رتبه‌های برتر رو میگیم. راز سوم چیه؟ راز سوم هم مثل بقیه ساده است، به چشم نمیاد. تیپ سوال، بچه ها تیپ‌های مختلف سوال رو باید بخونید. آیا اخشان کتاب‌های بسیار بسیار زیادی تو نشرمون وجود داره؟ آره. یعنی ما در هر کتاب فروشی میریم کلی کتاب تست هست به شکل‌های مختلف، حالا یکی تست کمتر مطالب بیشتری که مطالب کمتر تست بیشتر، اما موضوع اینجاست تعداد تست ها انقدر زیاده که این باعث افسردگی میشه. واقعا موافقم. یعنی دانش آموز میاد نگاه میکنه نمیتونه تشخیص بده. ببینید ما مثلا در قسمت مجموعه ها، یا اصلا بذارید یه سری مباحث بالاتر بگیم، در قسمت حد و پیوستگی ما چند مدل تیپ در هر قسمت بیرون داشته باشیم که داره تکرار میشه، خارج از اینا نیست. آره. اعدادش عوض میشه، سبک بیانش عوض میشه، ولی همون تیپ سواله. خب دانش آموز نمیتونه اینا رو بیاد، مثل بچه نوپا میمونه، نمیتونه بیاد این تیپ ها رو تشخیص بده بین 500 تا تست. درست. خیلی زیاده و سیتای اول رو میزنه، نگاه میکنه ببینه 470 تا دیگه مونده از اون فصل،
خب نامید میشه. نامید میشه. آره نامید ما میشه. باید این در واقع آموزش رو رواج بدیم. کاری که من خودم تو پروژه انجام دادم. آره. تیپ های سوال رو میام حل کنم. نه اینکه 20 تا سوال مثلا حل کنم. تازه تیپ سوالم به بچه‌ها دادی توی بسته. توی بسته تیپ سوال کوچینگ کردیم. بله. دادیم که اسیر این کتابای سنگین نشه. بچه‌ها شما نمیگیم کتابای تستی بدنا. ولی واقعیت منم نظرم به عنوان یه مشاور همینه. بار اول بخوایم با اینو شروع کنیم خدای کم میاریم. آقا یه فصل 500 تا تستشو بزنیم دو ماه میگذره، فصلای دیگه چی؟ واقعا نمیرسیم. یه بار با تیپ تستا کار کنیم. خیلی موافقم با آقای محمدی. بعد از اینکه تیپ تستای استاد کار کردیم تموم شد، حالا الان همین فصلا رو بستم، کنکورمو بستم، تیپ تستامو زدم، حالا میخوام برم کار اضافه انجام بدم. این خیلی نکته مهمیه. میگم که الان بتونم اضافه کنم اون اعتماد به نفسیه که من پیدا میکنم. درسته که من این مباحث رو جمع کردم. خیلی عالی، کامل، خیلی عالی. مرسی. بچا این قسمت اول سریال راز. ما تو برنامه راز هدفمون اینه که تو هر درسی راز رتبه های برتر رو بگیم و سعی میکنیم که برای هر درسی اتفاق بیفته که شما بتونید نتیجه خوبی بگیرید. ولی میخوام یه نکته بگم که استاد ازش خبر ندارد. من ته این برنامه از هر نفر یه هدیه برای بچه ها میگیرم. آقا همین الان بدون فکر کردن زود تون سری یه هدیه به همه بچه های راینو بده. من یه چیزی بگم، یه خواهش بکنم، من میشه من هدیت رو بگم؟ آه من از طرف بچه ها میگم، میدونم که بچه ها توش مشکل دارن. اکثر بچه های ما مشکل پایه‌ای ریاضیات دارن، یعنی الان ما گفتیم هشتم و نمیدونم نهم و بعضی قسمت های پایه. این بنده خدا میگه ما آموزش اینا رو از کجا بیاریم؟ آقا یه دونه دوره رایگان یا آنلاین یا آفلاین، حالا با هم صحبت کنیم، ضبط کن همه این آموزش‌ها رو به طور خلاصه نکات مهمش رو به بچه‌ها بده که اینا مشکل پایه‌شون هر چی ببرن شروع کنن. چطور بود؟ ببخشید سنگینه ولی من گفتم. از اونجایی که من عاشق دانش آموزانم همینطوره و هر چی که توی این کار داریم واقعا مثل یک هنرمند که هر چی داره تماشاگرش داره، ما هم هر چی داریم از دانش آموزانمون داریم، بیشک بهتر از کارهای قبلیم سعی میکنم این دوره رو در اختیار همه دانش آموزا قرار بدم. قولشو گرفتیم. صد بچه‌ای که میخوان استفاده کنن همین الان توی دایرکت پیج راینو اسمشون رو به همراه شماره تماس و این دو کلمه‌ای که میگم، شروع صفر، شروع صفر، حالا میتونید شروع صفر ریاضی بزنید، سه کلمه شد، شروع صفر ریاضی برای ما بفرستید. به محض اینکه دوره آماده بشه باهاتون تماس میگیریم و انشالله این دوره رایگان رو در اختیارتون قرار میدیم که برید بترکو. آقا زود برامون ضبطش کنین و که بچه‌هام در اسرع وقت حتماً دم شما گرم. قربان شما. خیلی مصاحبه خوبی بود. من ممنونم از شما. متشکرم. سلامت باشید. بچه‌ها سه تا راز گفتیم تو درس ریاضی. یادتون که نمیره این رازا رو. اینا هر کدومش میتونه یک نکته مهم باشه برای کسی که میخواد نتیجه بگیره. آقا خیلی ممنونم. متشکرم. ممنون. خداحافظ.